سرخط خبرها. ابراز آمادگی طالبان برای شرکت در نشست صلح افغانستان در ترکیه. بی بی سی دری: دولت برای آمدن طالبان آمادگی می‌گیرد. شیوه گفتار دستوری وزیر خارجه امریکا و رئیس جمهور افغانستان ناشی از چیست؟ منم خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. لطفاً تا پایان با ما باشید. ابراز آمادگی طالبان برای شرکت در نشست صلح افغانستان در ترکیه. نشست جهانی با محوریت افغانستان به رهبری سازمان ملل که از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده است قرار است در ترکیه برگزار شود. با گزارش سپوتنیک، منابع نزدیک به طالبان میگویند که این گروه در نشست صلح ترکیه در مورد افغانستان که قرار است در 27 ماه مارچ به رهبری سازمان ملل برگزار شود شرکت خواهند کرد. گروه طالبان تایید میکنند که در طرح دولت آمریکا مسائل چون دولت انتقالی، برگزاری نشست آنکاره و آتش بس مطرح شده است. منابع نزدیک به طالبان همچنان با ابراز این مطلب میگویند که تحرک های پسین آمریکا در روند صلح برای طالبان پذیرفتنی خواهند بود. گفتنی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نامه به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان فرستاد که در آن از خروج کامل نیروهای ایالات متحده آمریکا هشدار داده است. در این نامه آمده که واشنگتن قرار است از سازمان ملل بخواهد که نشست بین المللی با حضور وزیران خارجه کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و آمریکا برای بحث روی یک رویکرد مشترک در حمایت از صلح افغانستان ترتیب دهد. پس از درخواست آمریکا برای برگزاری یک نشست بین المللی برای نهایی کردن توافق صلح افغانستان در ترکیه، دولت انقره آمادگی خیش را برای میزبانی از نشست اعلام کرد. عمر سلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه، در یک نشست خبری درباره تحولات روند صلح افغانستان تاکید کرد که انقره برای هر گونه میانجیگری در روند صلح افغانستان آمادگی دارد. این در حالی است که قرار است تا 8 روز دیگر مسکو میزبانی یک نشست درباره روند صلح افغانستان باشد. مقام ها تایید می کنند که رهبران سیاسی کشور به شمول رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، نماینده های کشورهای چین، امریکا و پاکستان و نمایندگان طالبان نیز به نشست دعوت شدند. هدف از برگزاری این نشست سرعت بخشیدن بر روند صلح افغانستان در دوحه گفته شده است. بی بی سی دری: دولت برای آمدن طالبان آمادگی می‌گیرد. ریاست معارف و پرورش شهر کابل اعلام کرده که پس از این دانش آموزان دختر که سنشان بالاتر از 12 سال باشد اجازه اجرای ترانه در مجلس ها و برنامه های عمومی را ندارند. این اداره طی مکتوب به سایر مکاتب دولتی و خصوصی این شهر دستور داده تا پس از این به دانش آموزان دختر که بالاتر از 12 سال سن دارند اجازه اجرا و خواندن ترانه در محافل عمومی را ندهند. در این مکتوب آمده است که تلاش شود تا مکاتب گروه های سرودخانی دانش آموزان دختر را طور تنظیم کنند که سنین اعضای گروه پایین تر از 12 سال باشد. از صبح امروز مکتوب ریاست معارف شهر کابل در شبکه های اجتماعی دست به دست شده و واکنش های زیادی را میان کاربران به همراه داشته است. بسیاری از کاربران تاکید دارند که دولت با این طرح برای رسیدن طالبان آمادگی میگیرد. جواد ناجی، روزنامه‌نگار افغان، در واکنش به این طرح وزارت معارف در صفحه تویترش نوشت: جمهوریت برای ورود طالبان آمادگی میگیرد. راضیه دانش، یک کاربر دیگر، نوشت: این هم تحفه و تبریکی ریاست معارف به زنان و دختران کابل. حمید، یک کاربر دیگر، نوشت: ریاست معارف شهر کابل اولویت های بسیار عجیب دارد. اگر نمی توانید مشکل های واقعی را حل کنید، مشکل های خیالی اختراع نکنید.
نجیبه آیند سخنگوی وزارت معارف در واکنش به این اقدام به بی بی سی گفت این تصمیم پس از اعتراض والدین و شاگردان مبنی بر زیاد بودن حجم درس شاگردان دوره لیسه و سفارش مجلس سنا گرفته شده است. شیوه گفتاری دستوری وزیر خارجه امریکا بر رئیس جمهور افغانستان ناشی از چی است؟ دولت افغانستان در هر شرایط به مردم خود و ظرفیت های فرهنگی و منطقه تاکید کند تا از وابستگی به قدرت مانند امریکا که عملا ابتکار عمل را حذر دولت و قدرت گرفته و مانع از نقش آفرینی مستقل آنها می گردد رهایی پیدا کند. با گزارش اسپوتنیک با نقل از ایرنا، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نامه شدید اللحن به اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با هشدار درباره وضعیت این کشور از او خواسته که با تلاش های دیپلماتیک برای رسیدن به صلح همراهی کند. بلینکن در این نامه نوشته که آمریکا قرار است از سازمان ملل بخواهد نشست بین المللی با حضور وزیران خارجه کشورهای منطقه از جمله روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند برگزار کند. گویا تیم سیاست خارجی دولت بایدن تصمیم خود را درباره افغانستان گرفته تا جایی که در این مسیر حتی به زبان تهدید و هشدار متوسل شده است. شیوه گفتار تند و آمرانه این نامه منتشر شده با واکنش های بسیاری در افغانستان روبرو شده است. بلینکن در این نامه با لحن هشدارآمیز به محمد اشرف غنی گفته که اوضاع در افغانستان رو به وخامت است و باید با طرح جدید آمریکا برای تسریع روند صلح همکاری کنید. طرح جدید آمریکا که اخیراً زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور در امور صلح با حکومت و رهبران سیاسی در کابل به اشتراک گذاشته تشکیل حکومت انتقالی را پیش بینی کرده است. اشرف غنی اما میگوید انتقال قدرت را از طریق انتخابات غیر قابل معامله است. غنی در حین حال میگوید حاضر است در مورد زمان انتخابات مذاکره کند. سپاس از این که با ما بوده تا ویدئوی دیگر بدرود.